همکارم شاید علوی اینجا در استودیو با ما همراه میشه شاید بعد از بیش از سه ماه که گذشته از اولین حملاتی که رخ داده به مدرس وزارت اطلاعات تازه بیانیه میده قابل توجه بود این بیانیه این بیانیه در واقع به نظر میرسه همون خطی میره که علی خامنه ای خواسته بود به یکی دقت بکنیم که بعد از این که علی خامنه ای گفت ما برخورد میکنیم اسمی از دشمن نبرد گفت کسانی که این جنایت رو کردن حتما اگر عمدی در کار بوده باشه شناسایی میشن مجازات میشن بعد وزارت کشور گفت که چند نفر رو بازداشت کردیم که اینا معاند معاندان نبوده اهدافشون در واقع معنای دیگر این جمله بین سطوش میشه اینکه که اینا خودی بودن اهلی جمهوری اسلامی بودن از این تفاوت گفته که چند نفر رو دستگیر کرده اما قابل تعمیم نیست بدون که اشاره بکنه به دشمن و توطئه و اسرائیل و از این در واقع واژه‌هایی که میشه چید کنار هم به طور اتفاقی به اعتمال بالای بیانی اطلاعات یا اطلاعات سپاه ازش همیشه در میاد یا رهبر جمهوری اسلامی و, و البته کنار اینهایی باید چیز هم بذاریم تو این مدت دیدیم که امروز خوشبختانه ظاهرا خبری از حملات نبوده ظاهرا متوقف شده به این معنا یعنی اراده حمله کنندگان به هر دلیل دیگه عمل نمیکنه که این دلیل میشه بهش پرداخت متأثر از همین بیانیه‌ها در پرتو همین بیانیه‌ها و اطلاعاتی که به ما نمیدن لزوما یک بخشش اینه که ما می‌بینیم که مدارس خاص مدارس خاصی که در واقع مثل جانتال زهرا که وابسته به جمهوری اسلامی هست افراد نزدیک به حکومت برای آغازادگان خانم اداره در واقع دختر اینها اداره میکنن مردمله قرار نگرفته اسم هیچ مدرسه خاصی نیست اینجا در واقع ما نشنیدیم که دختر یکی از مقامات حکومت در, از این مدارس خاص آسیب دیده باشه یا اساسا حمله ای صورت گرفته باشه اگه این گزاره رو کنار هم دیگه بذاریم بعد از اینکه خامنه ای میگه که این باید متوقف بشه باید برخورد بشه بعد دو تا بیانیه با های جمهوری اسلامی که سناریو می نویسه باقی در هر نوع سناریویی بعد اعترافاتی که میخوان بگیرن که مثلا یه کسی رفته این مواد رو روی شوفاژ مدرسه گذاشته ما تا حالا از این همه دانش آموز از این همه حملات از همون چند ماه پیش در قم تا چند روز اخیر که شدت گرفته بود به روزی 80 مدرسه رسیده بود جایی رو ندیدیم همینا رو کنار هم دیگه میذاریم به این نتیجه میرسیم که حکومت یا رأس حکومت علی ای و کسانی که از اون دستور میگیرن یا کسانی که در حکومت امکانات و قدرت انجام چنین کاری رو دارند و دستگاه اطلاعاتی و دستگاه امنیتی کشور کنارشون ایستاده عامل این امر بودن این یه ای داده است تحلیل نیست است. تحلیل بعدا بهش میپردازیم داده اینه کدوم جریان کدوم تفکر کدوم گروه در ایران این امکان رو داره که مثلا در روز یک شنبه بیش از 80 مدرسه رو همزمان ظرف چند ساعت بهش حمله شیمیایی بکنه و کسی هم بازداشت نشه یعنی خیلی ساده این سری داده است میشه بهش نگاه کرد در ایران در ایران فعلی جز جمهوری اسلامی حکومت هیچ جریانی وجود نداره مخالف مردم یا موافق مردم که موافق مردمش این کاری نمیکنه بتونه در این سطح بالای پشتیبانی لوجستیکی میخواد این کار این عملیات در واقع مهم رو انجام بده و به این ترتیب باید گفت که عاملان حکومت بودن اما هدف جای صحبت داره اما شاید به نظر نمی‌رسه تلاشی هم بشه برای اقناع افکار عمومی یعنی که لاعقل در ظاهر سعی کنن که مردم راضی نگه دارن خودشون پیگیر پیگیر ماجرا به معنای واقعی نشون بدن نه برای اینکه این رو من در, در چارچوب در واقع تحلیلی که از علت این حمله دارم می‌بینم بخشی از افکار عمومی طرفدار حکومتن اون طرفدار حکومتن منافعی درش دارن منافع عینی دارن ادامه بقای حکومت ادامه بقای اونهاست در عرصه سیاسی اجتماعی یا اقتصادی در واقع رزق و روزشون از حکومت میرسه به معنای مشخص کلمه اونها حاضر نیستن حکومت هر کاری هم بکنه یا توجیه میکنن یا خودشون رو با این گزاره که به ما ربطی نداره دیگه حکومت اسلامیه کنار میاد اونا رو حکومت نیازی راضی بکنه آدم میکشه جنایت میکنه تیراندازی میکنه دختر نوجوان و کودک کور میکنه و اونها میگن خب دیگه حکومت حتما هر چی میگه درسته بخش دیگری که افکار عمومی اکثریت مردم مخالفان جمهوری اسلامی ان قانع نمیکنه چون میخواد این وحشت باقی بمونه وحشت این که چه این عملیاتی که دستکم کم جان یک کودک رو در کرمانشاه گرفت کسان دیگری رو به آی او فرستاد آثار بلند مدت روحی روانی و جسمی رو کودکان ما گذاشته باقی بمونه در اون چارچوب من فکر میکنم حکومت پشت این اقدامات و عملیات بود چون به لحاظ عملی ممکن نیست کسی که تونه انجامش بده پشتش چی پشت چیکار کرد برای اینکه یک بحران بزرگی درست بکنه افکار اومی رو درگیر بکنه چنان درگیری با این بحران بزرگ باشه که بحران بزرگتر که اصل جمهوری اسلامی هست به کناری گذاشته بشه این به این برمیگرده که احتمالاً برآوردهای امنیتی نشون داده که اعتراضات و خیزش انقلابی معترضین علیه حکومت ممکن دوباره اوج بگیره اما این حادثه اینقدر بزرگ بود که عملا به یک, به یک سمتی در واقع به یک معنا اون فعلاً به عقب رونده شد اینم بگم جمله آخرم میدم وقت اون محدود هست اینکه حکومت چرا حملات متوقف شد چون به نظر میرسه احتمالا بخشی از دستگاه سرکوب حاضر نیستند که به مقابله مردمی برند که میگن دختران ما و شما نباید در مدرسه بهشون حمله شیمیایی بشه سپاسگزارم از سابکام شاهد علوی اینجا در استودیو با من